اولانچ در ورطه سقوط قرار گرفت. قیمت اولانچ طی 30 روز 45% کاهش یافت و در این بازه زمانی ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هم 29% افت کرد. علی‌رغم رکود اخیر، این پلتفرم برنامه غیر متمرکز همچنان یکی از رقبای برتر در رقابت لایه 1 و لایه 2 بوده و از نظر سپرده های قرارداد هوشمند و آدرس های فعال در رتبه بالایی قرار داره. با این حال، قیمت پایین این توکن باعث شده که سرمایه گذاران تردید داشته باشند که آیا شبکه اون یک رقیب جدی باقی میمونه یا خیر. به گزارش سایت کوین تلگراف، فروش شدید در بازار دارایی‌های دیجیتال باعث شد که آواکس چندین بار حمایت $14.80 رو آزمایش کنه، در حالی که ارزش فعلی بازار اون 4.8 میلیارد دلاره. همچنین لازم به ذکره که کل ارزش قفل شده در شبکه اون 3.2 میلیارد دلاره. همراهان صفحه 333، سلام، با یه ویدئوی دیگه همراه شماییم. ازتون میخوایم قبل از ادامه لطفاً به چنل یوتیوبمون سابسکرایب کنید و برای اطلاع از آپلود ویدئوهای جدید ما روی دکمه زنگوله کلیک کنید. توی این ویدئو میخوایم در مورد اولانچ که در ورطه سقوط قرار گرفته صحبت کنیم. پس این ویدئو رو اصلا از دست ندید و همراه ما باشید. اولانچ یک پلتفرم ارز دیجیتال و بلاکچینه که به عنوان یکی از رقبای اتریوم فعالیت میکنه. توکن بومی شبکه اولانچ آواکسه که از قراردادهای هوشمند برای پشتیبانی از انواع پروژه‌های بلاکچین استفاده می‌کنه. تراکنش‌ها در بلاکچین اولانچ تقریباً به طور فوری پردازش می‌شن، چرا که این شبکه مقیاس پذیری رو در اولویت قرار میده. توکن آواکس هم برای پرداخت کارمزد تراکنش‌ها و ایمن‌سازی شبکه اصلی به کار میره و به عنوان یک واحد اصلی در بین بلاکچین‌های شبکه اولانچ عمل می‌کنه. کارمزد تراکنش‌ها و میزان کوین‌های در گردش ارز دیجیتال آواکس با استفاده از مدل حاکمیتی تعیین میشه. بر اساس آمار و گزارش‌ها، بلاکچین اولانچ میتونه 4500 تراکنش رو در ثانیه پردازش کنه. این شبکه در سال 2020 با هدف ارائه خدمات سریع، امن و مقرون به صرفه راه اندازی شد. با توجه به متن باز بودن اولانچ میشه گفت هر کسی میتونه کدهای این پروژه رو مشاهده کرده و حتی در توسعه اون مشارکت کنه. پلتفرم قراردادهای هوشمند علاوه بر برنامه‌های غیر متمرکز از بلاکچین‌های مستقل هم پشتیبانی میکنه. بعضی از ویژگی‌هایی که اولانچ رو از سایر پروژه‌ها منحصر به فرد میکنه نرخ ایجاد کوین هاست، چرا که حد اکثر میزان عرضه آواکس به 720 میلیون توکن محدود شده. اما کاربران این شبکه میتونن بر سرعت ایجاد کوین‌های جدید نظارت کنند. دارندگان ارز دیجیتال آواکس میتونن با شرکت در فرآیند رأی‌گیری مقدار پاداشی که در ازای افزودن یک بلاک جدید به بلاکچین اولانچ پرداخت میشه رو تعیین کرده و از این طریق میزان عرضه رو کنترل کنند. ویژگی دیگر اون ساختار کارمزد تراکنشه که هزینه های پردازش تراکنش ها بسته به نوع تراکنش و ازدحام شبکه اولانچ متفاوته. تمام کارمزد های پرداختی سوزانده میشن تا ارز دیجیتال آواکس به مرور زمان کمیاب تر بشه. کاربران اولانچ به تصمیم گیری در مورد کارمزد تراکنش ها رأی میدن و طبق این سیستم کارمزد شبکه تغییر میکنه. ویژگی بعدی مکانیسم اجماعه. تراکنش های بلاکچین اولانچ به طور کاملا منحصر به فردی تایید میشن. این فرایند با استفاده از مجموعه تصادفی از زیر شبکه ها یا همون سابنت طی میشه. این سابنت ها تراکنش ها رو پیش از نهایی شدن تراکنش ها تایید میکنند. همچنین آپ تایم بالا و پاسخگویی سریع عواملی هستند که میتونن میزان پاداشی که شرکت کنندگان شبکه در ازای پردازش تراکنش های ارز دیجیتال اولانچ دریافت میکنند رو افزایش بدن. معیار اصلی برنامه ی غیر متمرکز اولانچ در 60 روز گذشته تقویت شد، چون تی وی ال شبکه به 184 میلیون توکن آواکس افزایش یافت. این نشون میده که حتی با وجود سقوط قیمت آواکس، سرمایه گذاران توکن ها رو از برنامه های غیر متمرکز اون خارج نکردند.
ارزش قفل شده در این شبکه عملاً طی 2 ماه 35% رشد کرده. در مقام مقایسه TVL اتریوم 10% افزایش یافته، در حالی که BNB چین در همون دوره با کاهشی 14% مواجه شده. برای تایید اینکه آیا افزایش TVL در اولانش دلگرم کننده هست یا خیر، معامله گران باید معیارهای استفاده از DApp رو تجزیه و تحلیل کنند. برخی از برنامه ها مثل بازی ها به سپرده های بزرگ نیاز ندارند. بنابراین این معیار در اون موارد غیر قابل استناده. اگرچه TVL اولانچ از شبکه های رقیب DApp بهتر عمل کرده، اما کاهش استفاده از شبکه نگران کننده است. به عنوان مثال 93130 آدرس فعال تریدر جو کمتر از برنامه پیشرو دیفای در شبکه پالیگان یعنی کویک سواپ که دارای 161040 کاربر فعاله. داده های بالا حاکی از اونه که اولانچ تضعیف شده و ممکنه توضیح بده که چرا قیمت آواکس در 30 روز 45% سقوط کرده. سرمایه گذاران احتمالاً تا زمانی که معیارهای استفاده از شبکه به ویژه تعداد آدرس های فعال در دیفای بهبود پیدا نکنند، نسبت به حمایت $14.80 با شک و تردید عمل خواهند کرد. به پایان ویدئوی امروزمون رسیدیم. نظر شما در مورد آینده اولانچ چیه؟ آیا شما هم کاهش استفاده از این شبکه رو نگران کننده میبینین؟ ممنون میشم نظراتتون رو در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارین. تا یه ویدئوی دیگه، خدا نگهدار.